روستای ابوویسان از توابع بخش هلالی شهرستان جغتای و در شمال شهرستان جغتای قرار گرفته. فاصله روستای ابوویسان تا مرکز شهر جغتای 18 کیلومتر می باشد. روستای ابوویسان در حال حاضر 220 خانوار و تعداد 790 نفر هستند. عمده مشاغل این روستا دامداری، کشاورزی و درصدی از مردم هم فرهنگی هستند، کارمند هستند. کشاورزی این منطقه بیشتر چغندر قند و گندمه. حالا در کنارش ذرت هم میکارن، جو هم هست، زعفرانکاری هم وجود داره، خیلی کم، پیاز و سایر محصولات خیلی کم وجود داره. گوجه هست، خربوزه، هندوانه. خدا رو شکر تو این سطح شهرستان به علت آب و هوا و شرایط زمین خوبه، بیشتر اکثر کشاورزی و محصولات میتونه اینجا اتفاق بیفته و محصول جواب میده. خدا رو شکر چغندر قند از اوایل یا نیمه اول فروردین ما شروع میشه کشته. حدود 3 ماه ما آب نمیدیم چغندر تا خوب چغندر بسوزه به قول معروف. بعد شروع میکنیم به آب دادن. هر 15 روز یک بار به این چغندر آب میدیم و تقریبا اوایل و اواخر مهر ماه و آبان ماه این چغندر باید وقت برداشتش فرا میرسه که اونجا میان چغندر رو میکنیم و برداشت میکنیم به کارخانه قند جوین تحویل میدیم. یا این حسین آجک به امسان میگه چوندهش همچی تلفی نداره. چونده رو ایبیراد نداره، تمیزش مویزی هیچ مشکل نداره. خوبه هر 15 روز که یک بار آب میدیم و هر آبی هم که میدیم باید حتما یک بار ویجین بشه، یعنی 3 یا 4 بار حداقل باید چغندر قند از فاصله کاش تا برداشت باید ویجین بشه. روستای ابوویسان از توابع بخش هلالی شهرستان جغتای و در شمال شهرستان جغتای قرار گرفته. فاصله روستای ابوویسان تا مرکز شهر جغتای 18 کیلومتر می باشد. روستای ابوویسان در حال حاضر 220 خانوار و تعداد 790 نفر هستند. عمده مشاغل این روستا دامداری، کشاورزی و درصدی از مردم هم فرهنگی هستند، کارمند هستند. کشاورزی این منطقه بیشتر چغندر قند و گندمه. حالا در کنارش ذرت هم میکارن، جو هم هست، زعفرانکاری هم وجود داره، خیلی کم، پیاز. ساکن روستای ابوویسان هستم. شغل پدریم کشاورزی هستم، مادر خانه‌دار هستن. دوران ابتدایی و راهنمایی رو در روستای خودمون سپری کردم و دوران دبیرستان رو در روستای مجاور و دانشگاه رو هم در شهرستان. سال 86 که خواهر بنده برای پیدا کردن یک کتاب به کتابخانه شهرستان‌های مجاور رفته بود، یه سری زده بود برای گرفتن کتاب که متاسفانه کتابش رو پیدا نکردیم. کتابم کتاب تعلیم و تربیت در اسلام استاد مطهری بودن. از اونجایی که کتابخانه خودمون سال‌های پیش بود و ما هم عضو بودیم به این نتیجه رسیدیم که یه سری هم به کتابخونه خودمون بزنیم. وقتی کلید رو آوردن و ما رفتیم کتابخونه، در کتابخونه که الان شده کانون فرهنگی هنری آفتاب، درش که باز شد ما با یک تلی از کتاب که روی هم انباشته شده بود همجوری ریخته بودن مواجه شدیم. شروع کردیم برای گشتن کتاب. در حین چیدن کتاب ها و گشتن کتاب ها
آقای عویسانی پیشنهاد اینو دادن که اگر کتاب رو پیدا کردیم تو این کتابخونه بیاین دوباره مجدداً کتابخونه رو راه اندازی کنیم. همچنان که داشتیم میگشتیم کتاب رو پیدا کردیم، بعد آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم واقعا شد. پیدا کردیم و این جرقه‌ای شد برای راه اندازی مجدد کتابخونه. سال 93 دهم آبان بود که از اخبار شبانگاهی ما شنیدیم فقط یک جشنواره روستاهای دوستدار کتاب. ما شروع کردیم دو شبانه روز با خواهرام ایده دادیم، طرح دادیم، فقط نوشتیم. شب 22 بهمن بود فکر کنم، گفتن که جشنواره رتبه آوردیم. دوم اسفند در تهران در کتابخانه ملی اختتامیه جشنواره برگزار بشه. بعد از جشنواره که اومدیم دو روز بعدش بود یکی از خیرین محترم اومدن و ضمن اینکه تبریک گفتن که من یه زمین دارم به خاطر اینکه شما برنده شدیم من یه زمین کشاورزی رو میدم، سندش هم میدم، خودتون بفروشین. دیگه جرقه اول شد. ما خودمون هم تو جشنواره کزینه که برای ساخت و ساز و تجهیز بود یه 15 میلیونی که قبل از اینکه بریم جشنواره ریخته بودم به حسابمون، جرقه اول رو زدیم و با زمینی که از خیر محترم فروختیم شروع کردیم به ساخت این فضایی که هستیم الان. سال 86 ما 1200 جلد کتاب داشتیم. کم کم با کمک دوستان، خیرین و حتی جایی رسیده بود که مردم انقدر اطمینان کرده بودن به کتاب خونه که زکاتشون رو میدادن. ما یه اطلاعیه زدیم به اسم اهدای کتاب، اهدای دانایی، هر کی کتاب داشت برامون می آورد. روستاییایی که بیرون از روستا بودن خیلی کمک کردن، بهمون کتاب بهمون هدیه دادن و الان میشه گفت 10000 جلد ما کتاب داریم. جمعیت روستای ما 750 نفره. 230 نفر ما میگیریم عضو کتابخونه هستن. کودکان، نوجوانان و زنان خانه‌دار بیشترین اعضای ما هستن. که انشاءالله با این فضای جدید که داریم مطمئنم آقایون هم استقبال خواهند کرد از این به بعد. من حسین عبوی ثانی، متولد 1348. تولد من که اینجا بود، فوق دیپلم دینی و عربی گرفتم زمانی که معلم بودم، از طبیعت معلم. بعدش تحصیلات دانشگاهیم رو در سه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هر ستاش در رشته زبان و ادبیات عربی و کارشناسی رو دانشگاه فردوسی، ارشد رو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دکتری رو در دانشگاه تهران گرفتم. حدود 10-11 سالی هستش که در دانشگاه خوارزمی مشغول کار هستم. مشغول به تدریس هستم و در خدمت دانشجویان محترم در مقاطع مختلف تحصیلی، کارشناسی، ارشد و دکتری هستم. سلام علیکم. احوال شما؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ تبریک عرض می‌کنم. کتابخونه جدید رو. بارک الله. واقعا زحمت کشیدید. خیلی ممنون. کمک‌های فکری شما آقای دکتر و دیگر دوستان اندیشمند در دبیرستان، خیرین محترم، ما امید داریم که رونق بیشتری بگیره کتاب خانه. خلاصه خیلی ممنون. خیلی ممنون. این کتابخونه خب ریشه دار هستش، یعنی سال 1357 چنان که سردر کتابخونه فعلی هم زده، ریشه های کتابخانه از اونجا در واقع نشأت میگیره. از اونجا کتاب میگرفتن، استفاده میکردن و اهل کتاب بودن و در واقع دوستدار مطالعه بودن. از جمله پدر خود بنده از به قول معروف ملاهای زمان خودش بود که اهل مطالعه بود، اهل قرآن بود، اهل نوشتن بود، ما رو تشویق میکرد برای مطالعه و انگار این مطالعه و خواندن و اون سبا کتاب بوده از پیش. این کتابخونه رو کسان فراوانی در روستا کمک کردن، کمک مادی، معنوی، و ما خودمون رو به نوعی مدیون میدونیم. یعنی کتابخونه مال اهل علم هستش. پتانسیلی که ما داریم از این کتابخونه گرفتیم و طبیعتاً باید وظیفه خودمون رو
به نوعی ادا بکنیم. بله، به هر شکلی که شده کمک کردیم و کمک میکنیم و در خدمت این کتابخونه هستیم مطمئنا. و سعی میکنم گاهی دو بار سه بار کمتر بیشتر برگردم به روستا، به ابویسان، و اون شور و هیجان و خاطره ها و رنگ و بوی روستا رو از دست ندم و در واقع سعی میکنم جمع بکنم بین شهرنشینی، تمدن شهری و روستایی که بودم و احساس میکنم که هنوز در خون من هست و باهاش انرژی میگیرم. روستای ابویسان پایین بود. در زمان افراسیاب اینا 1500 نفر آمده بودن و پایین، قلعه پایین بود. اینا اونجا یک سانی داده بودن، بعد گفته بودن که این قلعه اسمش چیه؟ بعد گفته بودن استی، الان معروف به استیه. بعد گفتن استی، بعد گفته بود نه دیگه، از این به بعد استی نگیم. ما یک سانی اینجا دادیم، این ابویسانه، الان با سه نقطه نیست ها، با سی نه. در 1304 هم از اونجا بار کردن آمدن اینجا دیگه، اسمش ارگه. این بنده خدا ها وقت ما رفتن سر آب، بابای ما میگو اینا حضور و حلاوت نداشتن. این دزدا و این راهزنا و اینا میامدن اذیت میکردن. بعد وقتی اونا زیاد میشدن، اینا میامدن قدر خبر میکردن، میامدن به همه ارگ ها. اون زمان هم که بلنگو چیزی نبود که خبر کنن، که خبر میکردن میامدن اینجا که اگر دزدا بیان اینا از خودشون دفاع بکنن. او پیدوالی که اینا درست کردن 2 متر هم بیشتره. این هم 4 طبقه است. طبقه پایین اساس و اینا بوده، طبقه بالای هم که سکونت داشتن اینجا. حوالی جام شدن، حوالی بزرگ دیگه. اونایی که مثلا اسلحه و اینا داشتن، مثل سربازا بودن، اونا اینجا می آمدن. بقیه هم که در همه چیز بودن دیگه. حوالی الان هست دیگه، خیلی بزرگ حوالی. حوالی یک هکتار هم بیشتره. ترهادی روستای اویسان در مورخه 18/1/94 اجرا شد که خاکبرداری از سطح معابر شد، جدول کانیبو در دو طرف خیابون کار شد به متراژ 800 تا 900 متر. مردم خودیاری کردن، با دهیاری موافقت کردن و عقب نشینی های انجام دادن تا بتونیم این طرح اجرا بشه. این طرح هم اجرا شده. الان مشکلی که در این طرح هسته که تکمیل نشده، مشکل لوله های فرسوده آب هست که از چند سال پیش لوله ها هسته، میخواد لوله ها عوض بشه. به محض اینکه لوله ها رو با مشارکتی که با اداره آب انجام بشه لوله ها عوض بشه و علم اکسنی گاز شروع بشه، ما ترادیر اجرا میکنیم و بقیه کاراش انجام میشه. کانون آفتاب در سال 92 تأسیس شد. بعد تونستیم در اونجا فعالیت هایی رو که ما انجام بدیم، در هر سال در جشنواره ملی محراب شرکت می کردیم. بعد تونستیم که اونجا رتبه و مقام بیاریم. در سال 94 باز رتبه آوردیم، در کنگره چهارمی کنگره ملی محراب روستا و عشایر شرکت کردیم، تونستیم که رتبه بیاریم. در سال 95 هم در جشنواره ملی محراب شرکت کردیم، در اونجا تونستیم اونجا مقام بیاریم. 6 تن از خواهرای ما تونستن که رتبه بیارن در بخش نقاشی و دلنوشته و تئاتر 1 نفره. هر سال این جشنواره ها رو ما شرکت میکنیم، خوشبختانه رتبه هم میاریم. کانون آفتاب هر سال کلاس های تابستانی برگزار میکنه، از جمله کلاس های قرآن، نقاشی، احکام، تنیس، زبان، خوشنویسی، خودآرایی، سفالگری، طب سنتی، تابلو فرش
و در آینده میشالله میخواییم کلاس چرم دوزی برگزار کنیم. چله کشی رو اول که میخوای مثلا نخی که میگیری میخوای چله کشی کنی، دار رو به دو تا قسمت تقسیم میکنی که از وسط بعد نصف بکنیم. 500 تا ما میخوایم چله داریم که بعد 250 تا این بر قرار بگیره، 250 تا این بر. این دار مورد عیبه. عیبش اینه که وقتی که مثلا چله کشی انجام میگیره، دو تا نخ باید ما از قبل استفاده کرده باشیم که یکی مهار میگن یکی هاف. وقتی که تسمه رو رد کرده ببینین عیب داره. پایینش اگه نگاه کنین چلا همه رو هم قرار گرفته. وقتی شما قیچی انجام میدین، اونجا که قیچی رو انجام دادین پایینه میگن بریدگی یا بره بره شدن. وقتی که انجام میدیم کاری که میخوای پرداخت بزنی، فکر کنین پرزی که شما زدین پایینه و نمیتونی مثلا به قاب بگیری و تو نمای خونتون قرار بگیری، چون یک کار عیب داره نمیتونی. خانم سوالی دیگه نداشتین؟ نه. ببین پس مشغول کارتون شی. من از رسانه وقتی تلویزیون می‌دیدم، وقتی که می‌بافتن اونطوری علاقه من شدم. وقتی که مثلا فرش‌های قدیمی رو مثلا دوست داشتم ببینم چه جوری بافته میشه و کلاس اولی دبیرستان که بعد بره انتخاب رشته دوم برای دوم دبیرستان، برای همین رفتم به منطقه جغتای و انتخاب رشته طراحی فرش کردم. دو سال ادامه دادم که دیپلممو گرفتم و به خاطر اینکه دیدم که علاقه من توی این روستا زیاد هست، چند نفر دیدم که نزدیک مثلا 10 نفر بودن، دور خودم جمع کردم و شروع آموزش اونا دادم. از سن اصلا معیار نیست. علاقه من بیشتر باشیم به این کار، پیر و جوانم نداره به نظر من. خانم عطایی بیان اینجا، من به شما آموزش میدم. عشایی از بچه شروع میکنن چون مایحتاجشون از همون قالی به دست میاد. خب خانم عطایی، شما اولین جلسه ای که اینجا حضور دارین، پس با وسایل کار آشناتون میکنم. به این میگن دفه، به این میگن قلاب. اول گفتم زیرو میگیری، با شستتون زبدری میکنین نخو و رو رو میگیری و از داخل رد میکنی و به صورت نیک و نیمسان قرار میدی. از کوچیکتر شروع کردم. وقتی که فهمیدم که واقعا میتونن کار بزرگتر انجام بدن، یعنی توانشو دارن، به خاطر هم رفتم کار بزرگتر گرفتم و یه جوری اشتغال انجام یه کاری انجام دادم که بتونن مثلا برای خودشون درآمد داشته باشن. ببینید مثلا یه خانم کارو برمی‌داره برای مؤسسه، میگه در 4 ماه اینو ببافی. واقعا بعد در 4 ماه اینو براش ببافی. اون خانم خانه داره یا مثلا به چون کشاورز آقاش میره به کشاورزی آقاش کمک میکنه، این نمیذاره که اون 4 ماه این کارو ادامه بده ببافه و طول میکشه و یه جوری میشه که هم به جای اینکه پولی از اون دریافت کنه به دستی پولم به اون طرف بده، چون کارشو اون مدتی که گفته نبافته. دوستم یک کارگاه بزرگ داشته باشم با نزدیک 20 تا شاگرد که بتونم یعنی به تبریز و بهترین جاها توسعه بدم تابلوام. ابو قاسم چی میکنن؟ اون دو میگه من کار رو انداختم.
نه زعفرون ها زعفرون میکنه؟ چند کاغه ها دختم خانه بود ماشالله زعفرون خرج زیاده زیاده؟ خدا کنه همه از شب باشه انشالله شرمنده خدا شده ما الان مشغول کشت زعفران اینجا هستیم. زعفران یک چند سالی میشه، نزدیک 5 ساله توی منطقه مردم دارن استفاده میکنن، کشاورزا دارن انجامش میدن. چون این تو این روستا تازه شروع شده، مردم هنوز نمیتونن، بلد نیستن که زعفران رو بکارن. برای همین از دوستان و آشنایان که سالهای قبل تو روستاهای دیگه همجوار زعفران رو کاشتن، ما ازش درخواست کردیم، خواهش کردیم که یک روز یکی دو روز بیام به ما کمک کنن تا ما هم طریقه کاشتنش رو یاد بگیریم و تا آینده هم بتونیم خودم از این طریق استفاده کنیم و زعفران بکنیم. اوایل شهریور ما باید کاشتش انجام بدیم. یه آبیاری داره حدودا بعد 25 روز 30 روز دیگه، یه آبیاری یعنی نیمه دوم مهر ماه هم دوباره باید انجام بدیم و زعفران گلدهیش انجام میده. سالهای اول و دوم گلدهش زیاد جالب نیست، کمه، اما از سال سوم به بعد گلدهش زیاد میشه و درآمدش هم بهتر زیاد میشه. زعفران چون در سال 3 الی 4 مرتبه آبیاری بیشتر لازم نداره، برخلاف چغندر که چغندر حدود 10 الی 12-13 بار باید آبیاری بشه، از لحاظ آبیاری و مقاوم بودن زعفران به کم آبی خیلی خوبه به صرفه است. و کم کم این منطقه چون خوشسالی هم چند سالی است که تو منطقه است، خوشسالی فرا گرفته منطقه رو، مردم دارن رو میارن به کاشت زعفران یا باغداری که بیشتر باغداری پسته است که آب کمتری مصرفش و تا آینده به مشکل کم آبی و اینا نخوریم. تحصیلاتم پولیسانس کارشناسی ارشد حسابداری هستش. تو همین روستا متولد شدم و 25 سالم تو همین روستا دارم زندگی میکنم. پدرم کشاورز و دامدار بوده، منم به پیرو به کار پدرم کشاورزی و دامداری میکنیم. حالا دانشگاه رفتیم، درس هم خوندیم، کار دولتی هم دارم در کنار این کار کشاورزی و دامداری. اگر کسی تحصیلات داشته باشه نباید بگه کار آر هست و هر کاری رو انجام نده. بالاخره این باید زمین کشاورزی زحمت بکشیم تا نون حلال در بیاریم. خدا رو شکر درآمدش هم بد نیست، راضی ام. حدود یک سالی است که من مشغول کار هستم. تو یک شرکتی هستم، کارهای حسابداریش انجام میدم. خودش اونجا هم خوبه. یک درآمدی حاصل میشه که من بیشتر اون درآمدو هزینه میکنم تو کشاورزی تا محصول بیشتری کسب بشه. بالاخره شهرم خوب مشکلات خودشو داره. حالا اگه کارو خوب پیدا کنی، حق بالاخره باید اونجا خونه بگیری. هزینه عیاوزهات بالاست. دور از خانواده. اینا هم دست به دست هم میده که ما همین روستا رو انتخاب کنیم و همینجا بمونیم. بعد هم اگه تحصیل کردن ساکنان روستا برن شهر، چه کسی باید اینجا کشاورزی کنه، تولید کنه؟ بچه این جلسه هفتم کلاسامون هستش که برگزار میشه. تا به حال ما چندین 6 جلسه کلاس برگزار کردیم، حروف مختلف رو یاد گرفتیم، هر حرف یه جای مشخصی روی خط زمینه داره. بعضی از حروف بالای خط زمینه هستن، بعضی از حروف میان پایین خط زمینه. حالا ما میخواییم این جلسه حرف کاف و گاف رو براتون توضیح بدیم. حرف کاف نگاه کنید، یک الف هست. دوران تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان رو تو همین روستا بودم، بعد وارد دانشگاه فردوسی شدم در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. سال 86 وارد انجمن خوشنویسان سبزوار شدم.
و سال 88 تونستم مدرک ممتاز خوشنویسیمو بگیرم و الان سال هاست که تو همین روستا و همچنین تو شهر جغتای خوشنویسی تدریس میکنم. با قلم نیکه که کار میکردم، بعد از اون تو مرکز شهرستان، یعنی تو شهر جغتای، تو کانون فرهنگی هاشون، تو تابستون ها برای بچه ها کلاس خوشنویسی برگزار میشد که چون بیشتر دانش آموزا بودن و خط تحریر ترجیح میدادن که خط تحریر کار کنن برای زیباتر شدن خطشون، من هم خط تحریر باشون کار میکردم و همینطور تو روستای خودم. انتخاب خودتون هست، میخواییم با این الف بنویسید یا این شکلی، با هر کدوم نوشتید اشکالی نداره. من کلا ساکن روستا هستم، تو همین روستا هستم، خب به کلاسای خوشنویسی میرفتم. دقیقا همون زمان خواهرم هم چون کتاب دار بودن اینجا، داشتن کتاب خونه رو میچرخوندن، پیشنهاد دادن که کلاسای خوشنویسی اینجا برگزار بکنیم و تو تابستون هر سال ما کلاس خوشنویسی برگزار میکنیم برای بچه ها، که امسال اصلا خود اولیا پیشنهاد دادن که کلاس برگزار بشه برای تابستون برای بچه ها، خود اولیا خواهان بودن که این کلاس ها برگزار بشه. خیلی عالی نوشتین، خیلی خوب خط زمینه رو رعایت کردین، خیلی خوب شده، فقط یک کم درشت‌تر بنویسین، خیلی خوب شده. تو کلاس که هستیم برای بچه ها بعضی وقت ها متن می نویسم، یا میگم مثلا بچه ها شما با توجه به حروفی که یاد گرفتین، کلمه هایی که یاد گرفتین، متن هایی رو از تو کتاب ها انتخاب بکنید و به صورت تحریری بنویسید. کتاب هایی که به صورت ساده نوشته شده حالا بچه ها به صورت تحریری برگردونن، تبدیل کنن، و خیلی بچه ها این کارها رو انجام میدن و استقبال هم میکنن. الان تو مدرسه غیر انتفاعی تدریس میکنم تو جغتای و رفت آمد میکنم، صبح میرم صبح برمیگردم. نازنین شما چطور نوشتین؟ بسیار رو دوباره تمرین کنیم، نگاه کنیم، نگاه کنیم، بسیار خب. تو کلاس‌های داستان نویسی که ما در خدمتتون هستیم، قرار هستش که شما عناصر مختلف داستان رو بشناسید، شخصیت‌های داستان‌ها رو بشناسید، آشنا بشید که یک داستان چه طرح و ایده‌ای داره، چارچوب کلی داستان رو بشناسید تا بتونید خودتون زمان با توجه به اون استعدادها و علاقه‌هایی که دارین تو زمینه‌ای که دوست دارین داستان بنویسید. مهم‌ترین عناصری که عوامل تشکیل دهنده داستان هستن چیان؟ طرح داستان هست دیگه، شخصیت‌ها، پیام داستان همون طرح داستانمون میشه، زمان، بله مکان و زمان هم جزء اونها هستن. امروز ما می‌خوایم درباره شخصیت‌های داستانمون صحبت بکنیم. تحصیلات دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانم رو در همین روستا بودم و بعد برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه فردوسی شدم. بعد از اون مدت ها کار خبرنگاری انجام میدادم و بعد از اون دوباره برای ادامه تحصیل وارد مقطع ارشد شدم. حدود 3 سال هستش که الان ادبیات کودک و گزارش نویسی تدریس میکنم در دانشگاه. در کنار اون در مقاطع ابتدایی هم معلم ادبیات هست. اون قهرمان داستانمون که شخصیت اصلیمون هستش، اصولا با یه اتفاقات و وقایعی که اصل داستان ما رو تشکیل میده مواجه میشن. علی حسین، تو درباره شخصیت داستانی که خونده بودی، جمعه رو چجوری تو کتاب توصیف کرده بود؟ سن کودکی فقیر شده، بعد داشته بود مال کار میگشته، بعد هر جا رفتن اینو مایوسش کردن، یک شخصیت بچه‌ای بود فقط مال. خب بچه‌های روستای ابویسان سال‌هاست که با کتاب اونس گرفتن و شاید خب فقط ایجاد یک فضای جدید کتابخونه فرصتی بود که این اشتیاقشون دوچندان تر بشه. خیلی از بچه‌های روستای ما هستن که برعکس خیلی از روستاهای دیگه شاید امکانات اطلاعاتی کمی دارن، ولی روستای ابویسان خدا رو شکر اطلاعات عمومی بچه‌ها بالا بود. بین توصیفایی که گفتم میتونید هم توصیف شخصیت انجام بدین، هم توصیف مکان. هر کدومتون با توجه به اون اطلاعات و داشته‌هایی که دارین، یا یه توصیفی درباره یه مکان بنویسین یا یه توصیفی درباره یک شخصیت. من سعی میکنم که
اگر در توانم باشه حداقل نویسنده هایی مثل هوشنگ مرادی کرمانی و خیلی از نویسنده های بزرگ کودک و نوجوان که از همین روستاها و از فقر و از سختی شروع کردن و به جایی رسیدن رو به بچه ها معرفی بکنم تا الگویی باشه که اگر کسی توانایی و توانمندی تو این زمینه داره به منصه ظهور برسه و بتونن توانمندی هاشون رو ظاهر بکنن. فردوسی آن آموزگار خرد اندیشه، آن معمار حماسه و اسطوره، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، بد و نیک هرگز نماند نهان، همان به که نیکی بود یادگار. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، هر یک به زبان حال با من گفتن، کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش. بچه بسیارند از این نام ها در گنجینه گذشته و امروز ادبیات پارسی، نامشان جاودان، سخنشان پاینده و راه پرفرهنگشان مستدام.